یک کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، توصیف هندی ها به قلم هرودوت. چون از لشکرکشی داریوش به هند شمه ای گفته شد و قسمتی از این کشور عظیم جزو ایران آن زمان بود، مختزیست ببینیم که هرودوت یعنی قدیمترین مورخ یونانی که نوشته هایش تا زمان ما باقیست در باب هندی هایی کتابه ایران بودن چه میگوید. از این نظر مضامین نوشته های او چنین است: جمعیت هند از نفوذ تمام ممالکی که معروفاً بیشتر است و باجی هم که می دهند بالنسبه به سایر مردمان خیلی بیشتر است. اینها 20 ایالت را تشکیل می کنند و سالیانه 360 تالان خاک طلا می پردازند. سپس مورخ مذکور گوید: اگر نسبت نقره را به طلا 1:13 بدانیم، باج هندی ها معادل 4680 تالان اعوبیایی می شود. سپس هرودوت گوید: از تمام مردمان آسیا که معلوماً هندی ها شرقی ترین آنها هستند و اراضیی که به طرف مشرق از هندی ها واقع از حاصل خیز نیست، زیرا عبارت است از کویرهایی که از ماسه پوشیده. از این نوشته هرودوت معلوم است که مقصود او از هندی ها پنجاب هند بوده، زیرا از این قسمت هند بیابانهای لمیزره به طرف مشرق امتداد میافته. مترجم: توایف هندی پر جمعیتن و به زبانهای مختلف حرف میزنن. بعضی از آنها چادر نشینن و برخی شهری و ده نشین. عده ای از آنها در باطلاخ ها مسکن دارن و قوتشان ماهی خام است. صید ماهی در کرجی هایی که از نی ساخته اند به عمل می آید. این هندی ها لباس هایی دارن که از جگن می بافن. نی ها را از کنار رودها به دست آورده و خرد کرده و از آن لباسی مانند حصیر می بافند و چون این لباسی را مانند جوشن دربر می کنند. هندی های دیگر که به طرف مشرق از هندی های صحراگرد مسکن دارند، به پاده موسومند و قوت آنها گوشت خام است. گویند که اخلاق و عادت آنها چنین است: اگر کسی از طایفه آنها مرد یا زن مریض شود، مردانی که دوستان مریض به شمار می روند مریض را اگر مرد باشد می کشند و در این موقع می گویند که اگر این کار را نکنند، از گوشت مریض به واسطه مرض همواره خواهد کاست. در این مواقع مریض ناخوشی خود را انکار می کند، ولی دوستانش حرف او را نمی پذیرند و سپس از کشتن او گوشتش را بین خودشان تقسیم می کنند. چون این است نیز رفتار زنان با زنان ناخوش.
پیرمردان را هم کشته و گوشت آنها را تقسیم می کنند. اگرچه عده کسانی که به سن کهولت رسیده باشند کمسی را همین که ناخوش شدن آنها را می کشند. سپس مورخ مذکور گوید هندی های دیگر عاداتی دیگر دارند. جانداری را نمی کشند و تخم نمی افشانند و مسکن ندارند و قوتشان علف است. در صفحه آنها علفی است که میوه اش در پوست است و به بزرگی دانه ارزن. این علف خود روس و این هندی ها میوه آن را جمع کرده و پخته با پوست می خورند. هر کس از آنها ناخوش شود در بیغوله منزوی شده و میخوابد و کسی به فکر مرده ها نیست و نه مراقبتی نسبت به مرضی دارد. تمام هندی هایی که ذکرشان گذشت غذای حاجت را مانند حشم آشکارا می کنند. رنگ پوست این هندی ها یکسان است، یعنی مانند رنگ پوست اتیوپی ها می باشد. هرودوت بعضی مردمان را که در سواحل خلیج پارس و سواحل هند سکنا داشتند چنین مینامد و گوید که به اتیوپی های آفریقا شباهت دارند و چون اتیوپی های آفریقا را حبشی می دانیم، اینجا هم لابد باید مردمانی که هرودوت توصیف می کند حبشی بنامیم. مترجم: تخم مردان که از آن نطفه بندی می شود در هندی ها برخلاف تخم سایر مردمان سفید نیست بلکه سیاه است، چنان که پوست آنها هم سیاه است. تخم اتیوپی ها همچنین است. این هندی ها در طرف جنوبی و خیلی دور از پارسی ها سکنا دارند و هیچگاه تابع شاه پارس نبوده اند. هندی های دیگر در حدود شهر کاسپاتیر و اراضی پاکتیا، یعنی در شمال سایر هندی ها مسکن گزیده اند. ظن قوی می رود که مردم پاکتیا نیاکان پختون های افغانند و مقصود هرودوت مردمی بوده که در کنار رود سن به طرف شمال سکنا داشتند. مترجم: اینها از همه هندی ها جنگی ترن و اینها طلای هند را به دست می آورن. در ولایت این مردم کویرها ایست که از ماسه پوشیده و در این ماسه حیواناتی هستند که تقریبا به بزرگی سگن و بزرگتر از روبا. شاه از این حیوانات چند رأس دارد. این جانوران مانند مورچه ها زمین را شکافته و برای خود لانه می سازند و خاک را بالا می ریزند. از این حیث مانند مورچه های یونانند و به آنها هم شباهت دارند. هندی ها برای به دست آوردن این خاک به کویر می روند. ترتیب این کار چنین است: عرابه ای را به سه شتر می بندند. شترهای کناری نرن و شتر وسطی ماده. از میان شترهای ماده آن را که بچه شتر شیرخوار دارد انتخاب می کنند. سپس بر چنین شتر ماده ای شکارچی سوار می شود. این شترها در تون روی از اسبا کوتاه نمی آیند، ولی از این حیث که می توانند بارهای سنگین تری ببرند بر آنها مزیت دارند. این از ترتیب رفتن هندی ها به کویر. اما وقت به دست آوردن خاک طلا را طوری معین می کنند که هوا به اعلای درجه گرم باشد، زیرا در این موقع مورچه ها زیر زمین پنهان می شوند. همین که به محل رسیدن شکارچی ها کیسه ها را پر از خاک می کنند و به خانه هایشان می برند. شتاب آنها در مراجعت از این جهت است که به قول پارسی ها مورچه ها با شامه از ورود آنها آگاه شده و شکارچیان را تعقیب می کنند. حیوانی در دویدن سریع تر از این مورچه ها نیست. اگر هندی ها در زمانی که مورچه ها جمع می شوند فرار نمی کردند، ممکن نبود که یک نفر هم از دست آنها نجات یابد. شترهای ماده از شترهای نر تندتر می روند و به همین جهت شترهای نر را از عرابه باز می کنند، ولی این کار را یک دفعه نمی کنند. اما شترهای ماده برای بازگشت نزد بچه هایشان هیچگاه از سرعت دو نمی کاهند. چون این است به قول پارسی ها ترتیب به دست آوردن بیشتر طلا در هند. مقدار کمتر را از معادن استخراج می کنند.
و سپس هرودوت شرحی از ممالک گوناگون که در کنار دریای آن روزی واقع بوده اند ذکر کرده. این شرح به طور روشن می‌رساند حدود دنیای آن زمان را مورخ مذکور که کتب زیاد خوانده و سیاحت ها کرده بود چگونه تصور می‌کرده. او گوید کنارهای زمینی که مسکون است به عقیده من دارای چیزهای قیمتی است. یونان بهترین آب و هوا را داراست. هند که شرق دور است دارای حیوانات و چهار پایان و طیوری است که از حیث بزرگی در سایر جاها مثل و مانند ندارند. ولی اسبهای هندی از اسبهای نیاسه یا مادی پسترند. ثانیاً در هند طلای زیادی است که از زمین و رودخانه ها چنان که بالاتر گفتم به دست می آورند. در اینجا درختانی است خود رو که میوه آنها پشم است و از حیث قشنگی و خوبی از پشم گوسفند بهتر. هندی ها از این پشم لباس تهیه می کنند. گویا مقصود هرودوت پنبه است که در عهد قدیم به هند اختصاص داشته. مترجم سپس هرودوت از عربستان سخن میراند و آن را هم یکی از ممالک کنار زمین به شمار می آورد. در این مملکت کندور، مرمکی، زغال، اخته، دارچین و لادن به عمل می آید. سپس کنار زمین از طرف جنوب غربی حبشه است. در اینجا طلا فراوان است و این مملکت فیل‌های عظیم الجثه و درختان خود روی گوناگون دارد که از جمله آبنوس است. اهالی این صفحه شکیل و دارای قامتی بلند و عمر درازند. در باب صفحات غربی اروپا مورخ مذکور گوید که نمیتواند چیزی بگوید زیرا اطلاعات صحیح در این باب ندارد و گفته های دیگران را هم نمیتواند باور کند. مثلا میگویند رودی هست که نامش اریدان است و به دریای شمال میریزد و کهربا را از آن رود به دست میآورند و نیز گویند جزایری هست از سرب و سرب را از آنجا میآورند و سپس او گوید البته در شمال اروپا طلا زیاد است ولی نمیتوانم باور داشته باشم که طلا را آریمازپا یعنی مردمی که در همه چیز شبیه سایر مردمانند ولی یک چشم دارند از سیمرغ‌ها می‌دزدند. کلیتا من باور ندارم که مردم یک چشم وجود داشته باشند. این از مضامین نوشته های هرودوت راجع به وسعت دنیای آن روز یعنی قرن پنجم قبل از میلاد. از این نوشته ها و نوشته های دیگر مورخ مذکور روشن است که دورترین کناره های دنیای مسکون آن روز را او چنین میپنداشته. در مشرق هند، در مغرب یونان با مستملکات آن در ایتالیا، بعد شمال آفریقا تا جبل و طارق، در شمال سکائیه و در جنوب حبشه. اگرچه بعضی جاهای نوشته های هرودوت که در اینجا ذکر شد چون شامل هند نبود خارج از موضوع بود، ولی موافق جریان سخن مورخ مزبور از ذکر آن ناگزیر بودیم، به خصوص که این اطلاعات برای فهم وسعت دولت هخامنشی هم مفید است. مبحث پنجم، شورش مستعمرات یونانی و کاریه و قبرس. مقدمه. برای فهم وقایعی که ذکر خواهد شد لازم است نظری به طرز سیاست ایران در مستعمرات یونانی آسیای صغیر که تابع ایران بودند و به اوضاع داخلی یونان اروپایی بیفکنیم. دولت ایران از زمان کوروش بزرگ این سیاست را اتخاذ کرده بود که در مستعمرات یونانی حکومت هر شهر را همیشه به یک نفر می‌داد. زیرا این طرز حکومت اولاً مطابق طرز حکومت ایران بود و به علاوه روابط شهرها با ولات ایرانی در آسیای صغیر تسهیل می‌کرد. زیرا حکام شهرهای یونانی با این ترتیب مجبور نبودند در مواردی به مجالس ملی رجوع کنند و از این راه تشتت آرا روی داده و از سرعت اجراییات بکاهد.
معلوم است که دولت ایران اشخاصی را از یونانی ها برای حکومت شهرهای یونانی معین می کرد که طرفدار این طرز حکومت بودند. اینها را یونانی های تیران می نامیدند که به معنی جبار است. از طرف دیگر چون جبابره به دولت ایران متکی بودن، هواخواهان حکومت ملی نسبت به آنها و بلتب به دولت ایران کینه می ورزیدن. در داخل یونان اروپایی هم تقریبا همین اوضاع مشاهده می شد. یعنی یک قسمت آن طرف حکومت ملی بود و قسمت دیگر هواخواه حکومت جبابره یا اشرافی. به همین جهت از دو دولت نامی و مهم یونان هر یک طرفدار یکی از دو طرز حکومت مذکور گردید. آتن قائد حکومت ملی و اسپارت علمدار حکومت اشرافی. مقارن این زمان هیپیاس نامی از خانواده پیزیستراد جبار آتن بود، ولی بعد آتنی ها او را از آنجا خارج کردند و او برای اینکه به حکومت آتن برگردد متوسل به والی ایران در آسیای صغیر گردید. در غیاب او شخصی به نام کله ایستن که از خانواده نجیب آلکم اونید بود و طرز حکومت آتن را تغییر داده، حکومت ملی را در آنجا تأسیس کرد. این اقدام باعث خشم طرفداران حکومت اشرافی شد و رسولانی به اسپارت فرستاده کمک آن را تقاضا کردند. اسپارتی ها لشگری به آتن فرستادند و کله ایستن مجبور شد در مقابل قوه تسلیم شود. این دفعه آتنی ها در غضب فرو رفته بر ضد اسپارتی ها قیام کردند. آنها چون اوضاع را چنین دیدن، آتن را تخلیه و هواخواهان آتنی خود را رها کرده و از آتیک خارج شدند. ولی پس از آن چیزی نگذشت که اسپارتی ها با قشون زیادتری که از متحدین آنها در پوپولنس ترکیب یافته بود برگشتند. آتنی ها چون دیدن که از عهده آنها بر نمی آیند، از راه استرار سفیری نزد والی ایران در لیدیه فرستاده و کمک او را درخواست کردند. والی گفت کمک می کنم به شرط اینکه آب و خاک دهید، یعنی تابع ایران گردید. سفیر آتن این شرط را پذیرفت، ولی وقتی که به آتن مراجعت کرد، آتنی ها از گفته خود برگشتند. پس از آن اسپارتی ها و پلوپونسی ها آتیک را غارت کردند. این اوضاع دوام داشت تا اینکه کورنتی ها از اتحاد با اسپارتی ها خارج شدند. در سال 506 قبل از میلاد باز آتنی ها سفیری نزد ارتافرن والی لیدیه فرستاده و خواستار شدند که او گوش به بدگویی های هیپیاس از آتن و تحریکات او بر ضد این دولت ندهد. والی جواب خشنی داده، تقاضا کرد که آتنی ها جبار سابق خود را بپذیرند و الا باید برای پذیرایی لشکر ایران در آتن حاضر باشند. جوابی که والی لیدیه به سفرای آتن داد موافق با نظر دربار ایران نداشت، زیرا اکنون اکثر محققین به این عقیده اند که داریوش در صدد تسخیر یونان نبود و در دربار ایران اشخاصی زیاد دارای این عقیده بودند که جنگ با یونان امریست بی نتیجه. ولی ولات ایران در آسیای صغیر نظرشان غیر از این بود، یعنی چون توسعه قلمرو و اقتدارات خود را طالب بودند و از مواقع استفاده می کردند تا از جزایر یونانی یکی را پس از دیگری در تحت تابعیت ایران درآورند. این احوال و شورشی که در مستعمرات یونانی آسیای صغیر روی داد بالاخره باعث جنگ داریوش با یونان گردید. جهاد و چگونگی شورش مستعمرات یونانی موافق شرحی است که اینک ذکر می شود. یاقیگری آریستاگر یا آریستاگور. چنان که بالاتر ذکر شد، هیستیه جبار میلت که در موقع قشون کشی داریوش به سکایی خدماتی در دانوب به داریوش کرده بود، مورد توجه مخصوص این شاه شد.
و در ازای خدماتش داریوش محلی را که در کنار رود ستیرمون در تراکیه که موسوم به میریسن بود به او اعطا کرد. ستیرمون را اکنون ستورومان می نامند. پس از آن چندی او در اینجا استحکاماتی بنا کرد و چنان که گذشت مگابیز رئیس قشون ایران در اروپا داریوش را از خیالات او آگاه داشت و بر اثر سوء ظنی داریوش او را احضار کرد و حکومت شهر میلت و میرسین را به داماد او آریستاگور داد. در همین اوان داریوش نظر به اینکه امور مستعمرات یونیانی اهمیت می‌یافت برادر خود ارتافن را والی لیدیه کرد و اوتانس پسر سیسامنس را رئیس قشون آنجا. والی جدید تازه وارد سار شده بود که چنان که بالاتر گفته شد هیپیاس از خانواده پیسیراد نزد او آمده و خواست که ارتافن او را در آتن به حکومت برقرار کند و تعهد کرد که اگر این امر انجام شود او آتن را مطیع ایران دانسته و باج خود را مرتباً بپردازد. مقارن این احوال چنان که هرودوت گوید اهالی جزیره ناکس که یکی از جزایر سیکلاد از متمولین خود را بیرون کردند و آنها به میلت آمدند. در شهر مزبور از این زمان آریستاگور پسر عمو و داماد هیستیه حکومت داشت. ناکسی ها به آریستاگور متوسل شده و خواهش کردند که قشونی به آنها دهد تا به وطن خود برگردند و او به طمع اینکه حکومت ناکس را هم به دست آرد به ناکسی ها چنین گفت: من چنین قوه ای ندارم که بتوانم شما را به وطنتان برگردانم، زیرا شنیده ام که ناکسی ها 8000 نفر سپاهی سنگین اسلحه و عده ای کشتی های دراز دارند، ولی سعی خواهم کرد که مقصود شما حاصل گردد. ارتافن دوست من است و چنان که می دانید او پسر هیستاب و برادر داریوش است و چون والی تمام مردمان ساحلی است قشون زیاد و بحریه قوی دارد و امیدوارم که او مسئول ما را اجابت کند. ناکسی ها گفتند که اگر ارتافن به آنها کمک کند هدایای زیادی خواهند داد و مخارج قشون کشی را خواهند پرداخت و اهالی ناکس و جزایر سیکلاد نیز مطیع خواهند شد. سپس آریستاگور به سارد رفته و به ارتافن چنین گفت: ناکس اگرچه جزیره کوچکی است، ولی آب و هوای خوب و زمین‌های حاصلخیز و طلا و بنده زیاد دارد. به این ناکسی ها کمک کن که برگردند. مخارج را من می دهم و تو این جزیره و جزیره سیکلاد را تابع شاه می کنی و پس از آن تسخیر ائوبی اشکالی ندارد. ائوبی از حیث وسعت و استعداد طبیعی کمتر از جزیره قبرس نیست. ارتافن در جواب گفت: پیشنهاد تو برای خانواده شاه مفید است و آنچه گفتی صحیح. راجع به عده کشتی ها هم من می توانم در بهار به جای 100 فروند که لازم داری 200 فروند به اختیار تو بگذارم، ولی با همه اینها لازم است که این مطلب به تصویب شاه برسد. سپس ارتافرن این نقشه را به دربار شوش عرضه داشت و چون داریوش آن را پسندید ارتافرن قشونی با 200 کشتی تهیه کرد و سرداری آن را به مگاپات هخامنشی عموزاده خود داد و این قوا را نزد آریستاگور فرستاد. سردار مزبور آریستاگور و کشتی های یونیانی و فراری های ناکس را برداشته و چنین وانمود کرد که به طرف هلسپونت می رود، ولی بعد از ورود به جزیره خیوس به طرف کاوکاس رفت که از آنجا موافق باد به ناکس روانه شود. سپس قضیه ای روی داد که این سفر جنگی به عدم بهره‌مندی خاتمه یا فشر آن چنین است. روزی مگاپات به کشتی ها سرکشی می کردید در یک کشتی قراول نیست، چون اسکیلات نامی ناخدای این کشتی بود امر کرد دست و پای او را ببندند تا مجازات شود. این خبر به آستیگور رسید و از دوست خود شفاعت کرد، ولی پذیرفته نشد.
در نتیجه آریستاگور در خشم شده و خودسرانه مقصر را از بند رها کرد. در سر این قضیه بین مگاپات و آریستاگور نزاع در گرفت و آریستاگور به او چنین گفت: تو را چه به این کارها مگر آرتافن به تو نگفته که مطیع من باشی؟ مگاپات از این سخن سخت رنجید و چنان که هرودوت گوید شبانه کس فرستاد و اهالی ناکس را از قشون کشی آریستاگور آگاه کرد. در نتیجه این اقدام آریستاگور موفق نشد ناکس را تسخیر کند، چون میبایست مخارج قشون کشی را بدهد. این مسئله و کدورتی که بین او و مگاپات روی داده بود باعث وحشت او گردید، زیرا تصور کرد که حکومت میلت را هم از او خواهند گرفت. این بود که مصمم شد شورشی در مستعمرات یونانی برپا کند. از طرف دیگر هیستیه چون از توقف خود در شوش دلتنگ بود، بالاخره مصمم شد آتشی در مستعمرات یونانی روشن کرده و بگوید که این شورش از جهت غیبت او از محل حکمرانیش است تا مگر داریوش به او اجازه بازگشت دهد. با این مقصود پرداخت به اینکه داماد خود را به سرکشی تحریک کند. وسیله تحریک چنین بود: چون مستحفظین دولتی راه ها را کنترل می کردن، نامه ها را تفتیش می کردن. سر یکی از غلامان خود را تراشیده و بر پوست او کلماتی نوشته و غلام را چندان نگاه داشت تا موهای سرش رویید. سپس او را نزد داماد خود روانه کرد با این دستور که سر غلام را تراشیده و نوشته های او را بخواند. این احوال تقریبا در یک زمان حاصل شد و آریستاگور همراهان زیاد پیدا کرده و شروع به یاغیگری کرد. فقط یک نفر از یونیان ها که موسوم به هکاتیوس بود، عده مردمانی را که مطیع داریوش بودند می شمرد و عقیده به شورش بر علیه چنین شاهی نداشت، ولی سخنان او را نشنیدند. در این حال او گفت: حالا که می خواهید بشورید، پس کاری کنید که دریا در دست شما باشد. برای اجرای این امر پیشنهاد کرد که خزاین و نفایس معبد برانخیت را که برداشته صرف تهیه قوا کنند. توضیح آنکه این خزاین هدایایی بود که کروزوس پادشاه سابق لیدیه به معبد مزبور داده بود. این حرف هگاتیوس هم پذیرفته نشد و شخصی به نام یاتراگوراس را مأمور کردند که به کشتی هایی که از سفر جنگی به ناکس مراجعت می کردند و در میان لنگر انداخته بود حمله کرده و رؤسا را دستگیر کنند. او چنین کرد و پس از آن شورش آشکار شد. آریستاگور برای اینکه مردم میلت را با خود همراه کند به این شهر حکومت ملی داد. به شهرهای دیگر یونیانی رسول فرستاده و اهالی را بر ضد جبابره برانگیخت و اشخاصی را که از جبابره بوده در قشون کشی بر علیه ناکس شرکت دادند و به اهالی محلهای این جبابره تسلیم کرد. اهالی محلهای مذکور غالبا از جبابره سابق خود دست باز داشتند، ولی اهالی شهر میتیلن و کوئس جبار خود را از شهر بیرون کرده و سپس سنگسار کردند. سپس هرودوت گوید که آریستاگور به لاسدمون رفت تا همراهی دولت اسپارت را تقاضا کند، زیرا حس می کرد که متحدی لازم دارد. در این زمان یکی از دو پادشاه اسپارت به نام کلئمون بود. آریستاگور نزد او رفته و نقشه عالم را به او نشان داد. این نقشه عبارت بود از یک لوحه مسین که روی آن ممالک و دریاها و رودهای معلوم آن زمان را ترسیم کرده بودند. سپس آریستاگور به پادشاه اسپارت چنین گفت: از شتاب من تعجب نکن و اهمیت کار این عجله را تقاضا می کند. یونیان ها در اسارتند. این مسئله برای ما ننگ است و برای شما تحمل آن دشوارتر از سایر یونانی ها، زیرا شما در یونان برتری دارید.
شما را به خدا قسم می دهم که برادران خودتان را آزاد کنید. این کار آسان است و بربرها شجاعت ندارند و اسلحه آنها کمان و نیزه های کوتاه است. بنابر این شکست دادن آنها سخت نیست. این را هم بدانید که اهالی این قاره یعنی آسیا به قدری تمول و ثروت دارند که هیچ کدام از سکنه جاهای دیگر به آنها نمی رسند. طلا، نقره، مس، لباس‌های رنگارنگ، چهار پایان، حشم، ماهی و غیر زیاد است. اگر بخواهید تمام این ثروت‌ها از آن شماست. سپس به نقشه مسین رجوع کرده و یکایک مردمان را چنین بشمرد و در آن نشان داد. در همسایگی یونیان ها لیدی ها هستند که زمین های خوب و پول فراوان دارند. در طرف شرقی لیدی فریگیه است که از تمام صفحات معروف حشم و محصولات زمینیش بیشتر است. همجوار فریگی ها اهالی کاپادوکیه می باشند که خود ما یعنی یونانی ها آنها را سریانی می نامیم. پس از آن مساکن کلیکی هاست که 500 تالان به شاه خراج می دهند. اینجا جزیره قبرس است. در همسایگی کلیکی ارامنه هستند. بعد از آنها مساکن ماتینیانیان می باشد که در اینجا واقع است. سپس کیسی ها با آنها هم جوارن. در سرحد این قم رود خواسب جاری است. شوش یعنی مقر داریوش این شهر است و خزاین او هم در اینجاست. اگر این شهر را به دست آرید می توانید با زئوس الهی بزرگ یونانی ادعای همسری کنید. با امکان تسخیر چنین ممالک زرخیز آیا رواست که برای ولایات کوچکی با مسنیان و دیگران به جنگ خونین بپردازید؟ پادشاه اسپارت گفت: ای ملیتی مهربان، جواب تو را سه روز دیگر می دهم. سه روز بعد آریستاگور برای دانستن جواب نزد کلئومن رفت و او پرسید که از دریای یونیان ها تا قصر شاه پارس چه مسافتی است. آریستاگور که همواره پادشاه اسپارت را فریب می داد در این مورد حقیقت را بیان کرده و گفت: سه ماه راه است. هرودوت گوید که آریستاگور اگر می خواست پادشاه اسپارت را به آسیا ببرد نمی بایست حقیقت را بگوید. همین که پادشاه اسپارت این را بشنید سخن او را قطع کرد و چنین گفت: دنیای کتاب صوتی.